سیوم تیر ماه 1400 رئیس سازمان نظام پزشکی ایران ظفرقندی اعلام کرد که آمار فوتی کرونا در ایران از اتحادیه اروپا با 450 میلیون نفر جمعیت پیشی گرفت. از هر راه ممکن و بدون هیچ گونه محدودیتی ایشون فرمودن که برای نجات جان مردم واکسن تهیه شود. سامانه 60-70 میگوید در کل تهران یک تخت خالی پیدا نمی شود. 29 تیر 1400 رسانه های ایران گزارش دادن برای اولین بار از ابتدای شیوع کرونا در ایران در شبانه روز گذشته حدود 27500 بیمار مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. پیش از این بیشترین بیمار کرونایی در کشور حدود 25500 نفر در 25 فروردین امسال به ثبت رسیده بود و این رکوردی است در کشتن مردم، 2000 نفر بیش از رکورد قبلی، در شرایطی که خیلی از کشورها دیگه آمار مرگ و میرشون یا به صفر رسیده یا بسیار بسیار آمده پایین. در قبال این مرگ هزار هزار مردم ایران، این نمکی وزیر بهداشت همین 29 تیر که این آمارا صحبتش هست میگه نامه های سر تا پا تقاضای کمک از وزیر بهداشت کشورهای دیگر دریافت کردن، میگن چه کردین شما در مدیریت کرونا، به ما یاد بدین. من دیروز نامه دریافت کردم از یک وزیر بهداشت یک کشوری که در گرداب کروناست. اسم نمیبرم مبادا که خدای نکرده باعث اساءه ادب به مجموعه ملی یک مملکت بشه. نامه سرتاپا تقاضای کمک بود از ایران تحریم زده در دو زمینه. یکی این که بگویید چه کردید که با گستردگی این اقلیم و با همه حصر اقتصادی و سیاسی این گونه کرونا رو مدیریت کردید، و دوم این که از اون چه که شما در کشور دارید میسازید مثل ونتیلاتور و دارو و بقیه به ما کمک کنید. کمتر از دو هفته بعد از این حرفای نمکی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری میگوید شمار کشته های کرونا روزانه به 800 نفر رسیده. 11 مرداد 1400، متاسفانه یکی از بدترین روزها دیروز بود در از اول کرونا تا الان. حدود 37000 نفر کیس مثبت، 5000 نفر بستری در یک روز، خیلیه 5000 نفر بستری، و متاسفانه 416 نفر از هموطنانمون از دست دادیم، که البته خب این عدد شما اگر اصلاح شده بخوای بکنین عدد حدود مثلا 700-800 نفر میشه. درسته و شاید هم بیشتر، میگن تا 1500 نفر، نمیدونم این آماری که چه بگه آدم. پیشوا میاد حضرت آیت الله خامنه ای تشمیع رن ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی رو جلو چش مردم جهان، واکسن هایی که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت ممنوع میکنن ایشون ورودشو به ایران، و رسما با زبان خودشان میشن قاتل رسمی تمام، یعنی اولین قاتل رسمی تمام کسایی که بعدا لااقل بخش زیادی از کسایی که الان دارن از کرونا میمیرن. بعد همزمان کسایی هستن دوروبرش که یه داروهای دیگری رو تجویز میکنن که یکی از مقبولانشون سید محمد موسوی بود که خودش از کرونا مرد، میوردن سیماشون تا بگه با جوشونده درمان قطعی میشه کرونا. چه چیزی بهتر و معجزه آورتر از این طب سنتی؟ و تازه امتحان بس داده. بعد شما میگین این نسخه فقط واسه کرونا نیست، واسه هر عامل، یعنی هر بیماری که یه عامل خارجی، یعنی اگر سال دیگه یه چیزی دیگه اومد مثلا بروما بود، مثلا ببین یه اسم خارجی روش میذارن دیگه، مثلا کووید 21 بود، خب باز درمان همینه. چرا؟ چون علمای قدیم اومدن گفتن ما نمیدونیم این موضوع چیه. درسته، ما کلی با این برخورد میکنیم. بله بله، یعنی یه کاری میکنیم که سیستم بدن ما، سیستم ایمنی بدن ما اینه بشنزه بهش حمله کنه. شب یه لیوان شو؟ شب روز سه لیوان. روز سه لیوان. سه لیوان. ما یه مریض بدحال، خیلی بدحال داشتیم. بله، مرد خودش.
سید محمد موسوی از مدعیان طب سنتی که می گفت جوشانده ای گیاهی برای مداوای کرونا دارد بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. بعد این خبر رو حکیم رهبر، ببینین چجوری اعلام کرده حکیم رهبر، که حالا میگم، میگه درگذشت عالم فرهیخته طب سنتی ایران جناب سید محمد موسوی را به جامعه طب سنتی ایرانی اسلامی، خانواده محترم، فرزند برومند ایشان، مردم شریف اصفهانی هم بوده بدبختانه، و طرفداران طب سنتی در کشور تسلیت عرض میکنم. این که گفتم بدبختانه نمیدونم چیز نشه، من چون تبارم اصفهانیه میگم بدبختانه دیگه، اینجوریه دیگه. و امیدوارم، من افتخار میکنم و میگم بدبختانه با اون هموطنم، و امیدوارم تلاش و مجاهدت ایشان در حوزه فرهنگ طب سنتی و خدمت و درمانگری پر رهرو باشد و خداوند تبارک و تعالی اجری جزیل به این تلاشگر مجاهد عطا فرماید. حسین خیراندیش. حکیم حسین خیراندیش کیه؟ از نزدیکان مورد عنایت ملوکانه. یکی از دیدارهاش با رهبر معظم توضیحش این است: در ادامه روند مسائل طب اسلامی سنتی، استاد خیراندیش در هفته جاری با مقام معظم رهبری دیدار خصوصی داشتند. در این شرفیابی طولانی که اینقدر طول کشیده فلان، ایشان رهبر رو فلان هجامت کردند. بعد حکیم خیراندیش با بیان این که من وقتی حضرت آقا را هجامت می کردم، ایشان می گفتند دعای هجامت را بلند بخوان، من می خواهم مضمونش را بفهمم. به ایشان گفتم آیا می دانید عملی که روی شما انجام می شود درمانش اینجاست؟ ایشان در جواب گفتند چرا به مردم نمی گویید؟ این عملی که روی شما انجام می شود، البته رو پروستاد آقا عمل کرده بودن اینجوری که ما شنیده بودیم، و درمانش اینجاست و نامنظورش چیه. ولی این آقا خوشحال شدن و گفتن که خب چرا به مردم نمی گویید؟ این چرا به مردم نمی گویید، من همین امروز دیدم که مجلس شورای اسلامی طرحی را در دستور کار دارد که با تصویب آن سازمان طب اسلامی ایرانی با هدف ترویج سبک زندگی سالم منطبق با آموزه‌های اسلامی فلان 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 و حمایت از حقوق شاغلان حرف طب اسلامی ایرانی تشکیل می‌شود. همین الان که رسما میگن خودشون که روزی 800 نفر از کرونا می‌میرن، همین حکیمشون خیراندیش و بقیه مدعیان طب اسلامی دارن مردم علیه کرونا تجهیز می‌کنن. برین تو وبسایتش که میرن از اونجا قرار میگیرن ازش که برن ببیننش. نسخه اختصاصی حکیم خیراندیش برای درمان مبتلایان به کرونا: یک، با ترکیبی از اسانس نعنا و روغن بنفشه، نمیدونم جلو و داخل بینی را دائما مرطوب نگه داریم، علاقه اینا به روغن بنفشه و پنبه و اینا من نمیدونم. دو، دوسین، یه واحد سیاه دانه نیم کوب، سه واحد عسل فلان، هر 8 ساعت یه بار، سوپ شلغم جوشانده، نعنا، شیوی، دود اسفند هر 8 ساعت. گفتم اینا سرشون خیلی شلوغه و از روی وبسایتشون قرار میدن و میرن همین آتشخالایی که عرض کردم میدن دست ملت خرافاتی که خوب بشن. و آمار کرونا در ایران به جای رسیده که طبق گفته خودشون 285 شهر ایران الان در وضعیت قرمز، در وضعیت افزایش آمار مرگ. اینو وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرده. پزشکام که و کلن اصلا کادر درمان مستأصل از این وضع. یکی از لایه‌های اجتماعی که در این دو هفته گذشته به ویژه تو خیابون فریاد میزد پزشکا بودن. عامل وضع موجود مسئولان بی وجود.
تجمع اعتراضی پزشکا در تهران، شیراز، کرمان، مشهد، کرمانشاه، یاسوج، همدان در اعتراض به وضعیت شغلی و معیشتی از یه طرف و کمبود و بی امکانی درمانی از طرف دیگه. روزی که سید محرومان ابراهیم رئیسی شد رئیس جمهور، رسانه‌های جمهوری اسلامی اعلام کردن 12 میلیون دوز واکسن از روسیه و چین و کره جنوبی وارد شد. الله اعلم. به هر حال همون روز اعلام کردن که همزمان بشه با اومدن این سید محرومان، و 1,200,000 دوز هم گفتن کوو برکت به وزارت بهداشت داده شد. در کشور 85 میلیونی که قاعدتا واکسن ها دو دوزیه، یک سال و نیم تو این مملکت دارن مردم به کرونا کشته میدن به خاطر همون سیاست ایدئولوژیک آقا امام خامنه ای. واکسنی نیست و اگه هست در جاهایی هم اینطوری. امروز 10 مرداد 1400، ساعت 12:20، خیابون کمیل. این وضع واکسن زدنه. بعد عرضم به حضورت که مردم رو علاف کردن که واکسن بزنن. ببینید صفو، ببینید تا کجا رفته. از اون وقت اینجا پل نوابه دیگه، میره زیر اون پل، پله هستش. بدبخت مردم. وقتی حال مریضت خیلی بد میشه و ناگزیر میبریش اورژانس، جا نیست، تخت نیست، پزشک و پرستار نیست، گرفتار دیگرانن همشون. اینه وضع اورژانس بیمارستان امام رضای مشهد که دارین میبینین. تو بعضی بیمارستان ها مثل بیمارستان محلاتی تبریز خبر آمد که پزشکا از و کلی فیلم که پزشکا از ناچاری صندلی گذاشتن به جای تخت به بیمار، همونجوری رو صندلی سرم وصل میکنن. همین چند روز پیش 10 مرداد رضا فیاضی بازیگر سینما و تلویزیون در بهشت صحرا برای خاکسپاری یکی از عزیزاش بود. من الان به زهرا بچه برادرم میلاد رو داریم خاک میکنیم. بهشت زهرا فاجعه است، باورتون نمیشه. باید ببینید، باید بیاین ببینید که چه اتفاقی در این مملکت داره میفته. ببینید چقدر مردم دارن کشته میشن، چقدر دارن میمیرن. لحظه ثانیه به ثانیه آدم میاد و در واقع جسد میاد، آدم میشه، کشتار داره میشه در این مملکت. سن اصلا مطرح نیست. ما دیروز کودکی از همکارانمون رو در دل خاک گذاشتیم، جوان 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله. من عاجزانه از شما میخوام، شرایط بهشت زهرا شرایط سخت و غیر قابل تصوری هست.